سلام رفقا، من محمد امین از فارسی گیم تیوی هستم و به ویدیوی توضیح بازی تراریا برای افراد مبتدی معمولی خوش اومدید. این ویدیو معمولی برای افراد معمولی ساخته شده. امیدوارم که این ویدیو برای شمایی که میخواید تازه تراریا رو شروع کنید به کار بیاد. یه هشدار، نمیشه گفت پیشروی در بازی تراریا فقط یه راه داره. نحوه پیشروی و توصیه هایی که اینجا راجع به سلاح ها میشه مواردیه که میتونه تجربه خوشایند برای تازه کارها در اولین دور بازیشون رقم بزنه. اگه میخواید از سلاح متفاوت استفاده کنید اشکالی نداره. دنیای تراریا در دستان شماست. خب دیگه بریم شروع کنیم. قبل از دیدن ویدیو یادتون نره لطفاً ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا ویدیوهای جدید رو از دست ندید. در اینستاگرام هم مطالب متفاوتی میذاریم، پس اونم فالو کنید. لینک دیسکوردمونم داخل دیسکریپشن میذارم، حتما اونجا جوین بشید و با ما در ارتباط باشید. حالا بریم سراغ ویدیو. اول چند تا درخت قطع کنید و یه خونه بسازید. خونه ها باید در دیواره های کنار و صف حداقل 60 بلاک داشته باشن. حواستون باشه دیوارا کامل باشن. یه میز، صندلی و چراغ هم داشته باشن. وگرنه NPC ها وارد میشن. بچرخید و جستجو کنید. با استفاده از کریستال های زندگی سلامت حداکثرتون رو بالا ببرید. سنگ معدن استخراج کنید. از کوره و سندان یا همون آنویل و سنگ معدن‌های فلزی برای گداختن و ساختن استفاده کنید. با این کار میتونید اولین آپگرید تبر رو به دست بیارید. توصیه میکنم از زیستبوم یخی بلاک‌های یخ بگیرید تا تیر و کمون یخی بسازید. با استفاده از آیتمایی که میتونید در صندوق پیدا کنید چشم کتولو رو فرا بخونید. بعد با کمان اون رو شکست بدید. با بمب گویهای سایه یا قلب‌های قرمز رو بشکنید. فقط یکی هم کافیه. منتظر اسپان شهاب‌سنگ بمونید و بعد با بمب ترکونیدش. بعد برای گردآوری باقی مونده ها به اعماق شیرجه بزنید. سلاح شهاب‌سنگی و اسلحه فضایی بسازید. اسکلترون، زنبور ملکه و مغز کوتولو یا خورنده دنیاها رو شکست بدید. برای دسترسی به سیاه‌چال به ترتیب بیزنیز، بینید و کلنگ دو سر نیاز دارید. آب رو به سمت مواد مذاب هدایت کنید و آبسیدین حفر کنید. معجون اسکین ابسیدین بسازید و با شیرجه در مواد مذاب به دنیای زیرین برید. با اینا هلستون حفر کنید. با هلستون سلاح و کلنگ گداخته درست کنید. عروسک راهنمای وودو رو در مواد مذاب بنازید و با بینید یا بیزنیز با دیواره گوشتی بجنگید. به حالت سخت خوش اومدید. چکش پان رو به دست بیارید و مهرابای شیطان رو بشکنید. هر بار سه تا رو بشکنید تا سنگ معدن‌های داغ اسپان بشن. موقع شب از دکتر ساحره در خونه جنگلی بالهای برگی بخرید. کوبالت یا پالادیوم استخراج کنید. بسته به اینکه کدومو به دست میارید. کلنگ یا همون پیکاکس رو بسازید. بسته به اینکه چی دارید، میتریل یا اوریهالکوم رو استخراج کنید. سندان مربوط رو برای ساخت آیتم‌های حالت سخت و کلنگ بسازید. میتونید به عنوان اولین سلاحتون در حالت سخت ریپیتر هم بسازید یا از سلاح‌های دیوار گوشتی استفاده کنید. توصیه من اینه که از مومیایی‌های سیاه داخل صحرای فاسد شاردای سیاه بگیرید. روح‌های شب از فساد زیرزمینی یا کریمزون و یه شاتگان از دلال اسلحه برای ساخت اونیکس بلاستر. اولین بروزرسانی واقعی حالت سخت. جایگزینای اون شامل آیسیکل یا آماروک که از دشمن‌ها در زیستبوم یخی می‌افته یا مار کریستال که از حفره زیرزمینی می‌گیرید با 4 دسته 999 تایی تیر یا گلوله. همچنین میتونید در کریستال بال مقدار نامحدودی مهمات بسازید که از جادوگر خریده میشه. بعد در مرحله سورز آف لایت در حفره زیرزمینی کلیدی از نورها درست کنید و اونو در صندوقچه خالی بذارید تا یه مقلد خالی اسپان بشه. حریف سختیه، برای همین مراقب باشید. کمان طوفانی ددالوس رو به دست بیارید. واقعا اسلحه قدرتمندیه. در زیستبوم توهی تکشاخ ها رو برای شاخ تکشاخ و پری ها رو برای گرد پری پیدا کنید. تیر مقدس بسازید. یک کرم مکانیکی بسازید تا تخریبگر رو احضار کنید. اولین باس مکانیکی بازی که با اون مواجه میشیم. تخریبگر رو در شب احضار کنید و از کمان طوفانی ددالوس و تیرهای مقدس استفاده کنید.
با استفاده از روح‌های مایت تخریبگر باله کوسه‌های اقیانوس، قطعات غیرقانونی اسلحه قاچاقچی‌ها، اسلحه شب و کوسه کوچیک ابرکوسه بسازید که یکی از بهترین اسلحه‌های بازیه. با استفاده از قنایم کریمسون یا فساد زیرزمین ایکور یا گلوله‌های نفرین شده بسازید. چشم مکانیکی بسازید تا دو قلوها رو احضار کنید. شبونه با استفاده از ابرکوسه با اونا بجنگید. توصیه میکنم اول اسپازماتیزم رو به خاطر شعله‌ای که شلیک میکنه شکست بدید که همون سبزه هستش، چون خیلی خطرناکه. بعد جمجمه مکانیکی بسازید و اسکلتون پرایم رو شکست بدید. میتونید از ابرکوسه یا کمان طوفانی ددالوس هم استفاده کنید. وقتی هر سباس مکانیکی رو شکست دادید، تبر دو سر رو بسازید. حالا میتونید در جنگل کلوروفایت استخراج کنید. همچنین به دنبال ریشه های زنده باشید. با استفاده از اونا حد اکثر جونتون رو به 500 افزایش بدید. یه لامپ پلنترا پیدا کنید و فعلا بهش کاری نداشته باشید. اگه دوست دارید زره کلوروفایتی بسازید. توصیه میکنم گلوله کلوروفایتی بسازید چون هدف رو تعقیب میکنه. با دینامیت یه فضای بزرگ رو پاکسازی کنید و یه میدان مبارزه بسازید. چراغ پلانترا رو بشکنید تا پلانترا رو احضار کنید و با اون بجنگید. با استفاده از ابرکوسه و گلوله های کلوروفایتی جنگ تقریبا ساده ای خواهید داشت. فقط اطراف بمونید. حالا کلید معبد رو به دست بیارید. وارد معبد جنگل بشید و قول سنگی رو شکست بدید. حریف خیلی سختی نیستش، اما مراقب باشید گوشه ها گیر نکنید. سیاهچال رو برای پیدا کردن اکتوپلاسم بگردید. میتونید این کار رو قبل از قول سنگی انجام بدید تا ذره هیولا رو دریافت کنید. میتونید با اکتوپلازم هدیه شیطانی یا مدالیون کدو تنبل درست کنید تا به ترتیب ماه یخبندان و ماه کدو تنبل رو احضار کنید. این رویدادها قنایم خوبی دارن. بنابراین اگه خواستید این کار رو انجام بدید، از کمان طوفانی ددالوس و تیرهای مقدس استفاده کنید. واقعا موثرن. همچنین اگه خواستید حمله مریخی رو هم دریافت کنید. اینو خیلی راحت با در خونه موندن و استفاده از کمان طوفانی ددالوس پیدا میکنید. همچنین لباس استاد نینجا رو توصیه میکنم. بهتون اجازه جهش میده که خیلی کمک میکنه. توصیه میکنم برای به دست آوردن کمان سونامی و بالهای فیشران با دوک فیشران مبارزه کنید. حریف سختیه، برای همین ممکنه نیاز به چند بار تلاش داشته باشه. با بشقاب پرنده بشقاب مریخی و کمان سونامی و تیرهای مقدس کالتیست های مجنون رو در ورودی سیاهچال شکست بدید. بعد از این کار 4 ستون فضایی اسپام میشن. از ستون اسلحه‌ای که ترجیح میدید شروع کنید. ستون خورشیدی برای کاربران نزدیک زن، ستون ورتکس برای کاربران دوربرد، ستون نبولا برای کاربران جادویی و ستون استارداس برای احضار کنندگان. وقتی تعداد مشخصی از دشمنان رو بکشید، سپر میفته و میتونید به ستون حمله کنید. قطعات رو غارت کنید. جای متقلب باستانی از کالتیست‌های مجنون اسلحه‌ای که می‌خواید رو بسازید. دومین ستون رو نابود کنید. و سومی. آخرین ستون رو فقط زمانی که برای خدای ماه آماده بودید نابود کنید. از روش‌های زیادی میتونید خدای ماه رو شکست بدید، ولی بهتره از این مسیر طولانی از بلوک‌های آسفالت استفاده کنید. خدای ماه 1 دقیقه بعد از شکست دادن آخرین ستون اسپام میشه. توصیه میکنم از تیرهای ایکور یا تیرهای نفرین شده و کمان شبه استفاده کنید. با چکمه‌های رد و برقی روی آسفالت بدوید و کمی جلوتر از خدای ماه باشید. برای شکست دادن خدای ماه باید هر 3 چشم رو بکشید. 2 چشم روی دستا و 1 چشم روی پیشونی. بعد میتونید به جسم اصلی حمله کنید و شکستش بدید. فقط جلوی اون بمونید و وقتی میخواد لیزر چشم وسطی رو شلیک کنه به سمت بالا پرواز کنید. بعد به سمت دیگه جهش بزنید و فرار کنید. توصیه میکنم 3 چشم رو همزمان نابود کنید، چون وقتی شکستش بدید چشما بازم میتونن بهتون حمله کنن. وقتی چشما نابود شدن به جسم اصلی حمله کنید تا بمیره. تبریک میگم، شما فعلا آخرین باس بازی رو شکست دادید. راحت باشید و حالا هر کاری که دوست دارید انجام بدید. دنیای تراریا حالا در دستان شماست. چیزی بسازید، کل دنیا رو خالص کنید. بازی جدیدی رو با استفاده از اسلحه های جدید شروع کنید. احتمالاً نامحدودن. حتی اگه خواستید میتونید از مات‌ها هم استفاده کنید. امیدوارم این ویدیو شما رو برای نحوه پیشرفت در این بازی بزرگ به طور کلی راهنمایی کرده باشه. اگه راهنمایی، تئوری، داستان و جزئیاتی بیشتر می‌خواید، سابسکرایب کنید و زنگوله کانال ما رو بزنید. خب، ازتون ممنونیم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگه از ویدیو خوشتون اومد، حتما لایک کنید و نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید تا در آینده ویدیوهای بیشتری تولید کنیم. تا ویدیو بعدی، روز و شب خوبی داشته باشید.